جنگ و ناامنی یا پدیده ای که اثر آرش سیستم و معارف کشور را نیز بی نصیب نگذاشته است. با این حال تلاش ها بر این است تا چالش های فراروی نظام آموزش و پرورش با گزینه همچون بسیج مردمی برای برچیدن مشکلات روی دست گرفته شود. در تازه ترین مورد، مسئولان محلی در فراه با ایجاد یک صندوق جمع‌آوری کمک خواهان جمع‌آوری پول برای حل مشکلات معارف این ولایت شدند. عبدالبصیر سالنگی والی این ولایت از بازرگانان فرایی می خواهد که در این راستا اداره محلی و معارف این ولایت را همکاری نمایند. همه پول و پیسه که از فرا پیدا می شد، این همش در هرات است و همه این در کابل است. امیدوار به این است که با وطن ما کوشش کنیم، اینجا وطنتان است، وطن ما هم است. کل پول و پیسه را پول آبادی را دوجه نکنید، در اینجا بکنید. شما نامتون هر رقم که بکنید فرایی است، از فرا هستید. فرا را زیبا کنید، پول و پیسه را جا نبرید، معارف خود را جور کنید، معارف خود را زیبا بکنید، توجه دارد در ایجا بکنید. با این حال رئیس معارف فرا با ابراز این که حکومت توان برطرف کردن چالش های صد درای معارف را ندارد، از ساکنان این ولایت خواهان همکاری شده است. برای تأمین نیازمندی های معارف تنها بخش بسیار اندکی از مصارف را تمویل کردن می تواند و تکمیل تمام نیازمندی های مکاتب و شاگردان از توان دولت خارج بوده، همکاری های مردم و حمایت های مردمی نقش بسزا و ارزنده را در پی خواهد داشت. جارین آل آموزگاران در این ولایت از این اقدام اداره محلی فراه استقبال می کنند و خواهان برگزاری چنین گرده همایی هایی هستند. برنامه مفید فایده مند به حساب ما را دیگه انشالله اگه ای به سال دفعه صدفه بشه فایده مند تر می شه، به حساب یادآوری می شه. اکثر تجار به خوزی می ره که مثلا پیسه به پردازه به حساب ما. بسیار کار نمادین خوبی که به کار ریاست معارف شده بود که در اونجا یک بنر امضا و حمایت از معارف هم اعلام میشد و یک مقدار کمک که هر کس میکرد و کتابچه یادگاری هم مینوشت. واقعا اقدام نیک هست و اگر هیچ بشه چنانچه ما در بخش معارف بودجه کم داریم، این بسیار برآینده مؤثر و مثمر است. این گفته ها در حالی مطرح می شود که روز گذشته شماری از فعالان مدنی و ساکنان این ولایت از مسدود بودن مکاتب شاکی بوده و خواهان گشایش دوباره این مکاتب شدند.